پس از افزایش ترور و قتل‌های هدفمند و ایجاد زمزمه‌های تازه مبنی بر آزادی 7000 زندانی دیگر گروه طالبان از زندان‌های افغانستان، اینجا شماری از شهروندان کشور و اعضای جامعه مدنی در گرد همایی حضور یافتند و خواهان آزادی بستگان نظامیشان از زندان‌های حکومت هستند. این گرد همایی اعتراض‌آمیز که یک روز پیش در کابل برگزار گردیده بود، معترضان از حکومت میخواهند تا بر تصمیم آزادی زندانیان که در لویه جرگه مشورتی صلح گرفته شد و رئیس جمهور حکم آزادی زندانیان نظامی را نیز امضا کرد، حکومت پابند شود. این معترضان مدعی هستند که تا حال از تطبیق و رهایی فرمان رئیس جمهور مبنی بر رهایی زندانیان نظامی خبری نیست. آنان به حکومت هشدار میدهند تا زمانی که به خواستهای مشروعشان رسیدگی نشود، راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز و گسترده‌تر در سایر ولایت‌های کشور برا خواهند انداخت و خیمه‌های تحصن برپا خواهند کرد. یما آریان رئیس اجماع جامعه مدنی می‌گوید که حکومت باید فرق میان نظامیان خودش و طالبان قائل شود. امروز آمدیم با در جمعی از فامیل های زندانیان نظامی استادگی کردیم و ما میخواییم که اینا از بند رها، از بند زندان هرچی زودتر آزاد شوند و فرق ما میخواییم بین یک بدیل بین پلیس و قوات های مسلح و طالب باشه. ضیا مطهر یک تن از بستگان زندانیان نیز حکومت را به بی‌پروایی در این مسئله متهم کرده تاکید می‌ورزد حکومت در برابر نظامیان افغانستان سهل‌انگاری می‌کند. ما در کجا زیاد را ببینم وقتی که 5000 زندانی طالب رها می‌گردد، 5000 قاتل ملت افغانستان رها می‌گردد، قاتلی که در جاده انتحار می‌کند، قاتلی که کراشی‌ها را با شریر کنه نمی‌بندد، او رها می‌گردد. ولی نظامیان، قوات‌های نظامی که در سنگر داغ و نبرد می‌جنگند، آنها در پشت میله‌های زندان محبوس هستند. اگر عدالت است و 5000 زندانی طالب چرا رها می‌گردد؟ وقتی رئیس جمهور فرمان می‌دهد که زندانیان طالب رها گردد، پس حق نظامی‌های افغانستان است که باید رها گردد. نسیمه از میان کسانی است که شوهر و برادرش در زندان هستند و بستگان وی در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ایفای وظیفه می کردند. این بانو ادعا دارد که شوهر و برادرش بی موجب به زندان انداخته شدند و اگر گناه زندانیانشان ثابت گردد، هر جزایی که حکومت برایشان خواهد داد، خانوادهش نیز همان مجازات را خواهند پذیرفت. اگر کودا دوسیایش ببین، اگر کودا امجر می داشت بیاین امیره بیخی یک سزای چیه کلان برش بتا، سزای کلان برش بتا. اگر نمی دا دیگه نمی اشرف غنی اینه تر کنم که نمی بیز دانا نو دانا اولاد ما میارم دا اینه منجا در میتم. یک بیادری ما است، یک پدری اشتوکا است، ای افت نو اولاد از ما است، اشت اولاد از بیادری ما است. پدر دا جای افتیده مادر اینه بیای ببینه که دالاتی کوم است. معترضان با خوانش قطعنامه 5 ماده‌ای از رئیس جمهور خواهان رهایی به قید و شرط زندانیان نظامیشان گردیدند. رئیس جمهور کشور پس از برگزاری لویه جرگه مشورتی مبنی بر رهایی زندانیان طالب تأکید ورزیده بود که بر بنیاد خواست اعضای این جرگه او فرمانی را صادر می کند تا بر بنیاد آن تمامی نظامیان کشور که در زندانها به سر می برند نیز رها شوند. اما تا اکنون نهادهای تطبیق کننده فرامین رئیس جمهور در تطبیق این طرح کوتاه آمدند. امروز شمار بستگان از زندانیان نظامی کشور در اینجا در پارک شهر نو گرد هم آمدند و از حکومت خواهان آزادسازی زندانیان نظامیشان شدند و از حکومت می خواهند که بدون قید و شرط زندانیان نظامی بستگانشان را آزاد سازند. از حکومت می خواهند اگر آزاد سازی زندانیانشان به تعویق بیفتد، تظاهرات گسترده ای را برا خواهند انداخت. شاکر سنگی، پی ام جی نیوز، کابل.